با درود فراوان خدمت شما نازنینان، هممیهنان، همزبانان و بینندگان عزیز این رسانه تصویری در جایای جهان پهناور. ضمن آرزوی شادکامی برای یکایک شما عزیزان برنامه را آغاز می کنیم با یک تبریک. تبریک به مناسبت اینکه طبق آماری که نشریه اکونومیست اعلام کرده در طی این چل سال سی تریلیون یعنی سی هزار میلیارد دلار ضرر ملاهای کثیف بوده به مملکت ایران حال خود شما تجسم کنید مردمی که گوشت سگ و به جای گوشت گاو و گوسفند به خوردشون میدن آب آلوده هوای آلوده و از فقر مجبورند چشم و کلیه و سایر اعضای بدنشون رو به فروش برسونن تا امرار معاش کنن بود فاجعه تا به کجاست بود فاجعه تا آنجایی هست که از نردبان آگاهی بالا نرویم هرگاه خواستیم و گام اول را برداشتیم برای آنکه از این نردبان بالا برویم می توانیم به خواسته خود برسیم در یک حرکت زیبا جناب کشیش رسول برنامه ای تنظیم کردند که این صدا به ایران برسد و از طریق ماهواره همه هممیهنان بتوانند برنامه های این رسانه را تماشا کنند این نردبانی است که به آگاهی ختم می شود مردمی که میروند و خودشان را به امامزاده ها می چسبانند و به یک مشت خرافه به جای ایمان واقعی پایبند هستند مسلما باید آگاه شوند بسیاری این روزها شروع می کنند به بدگویی از خاندان پهلوی که چنان کردن چنین کردن اگر آدم منصفی باشیم و روی وجدان قضاوت کنیم متوجه خواهیم شد که خاندان پهلوی واقعا ما رو به اینجا رساندن به جایی رساندن که حداقل درصدی از جامعه امروز متفکر است و میداند و آگاه است وگرنه کل جامعه هنوز پایبند خرافات بود اگر هندیان گاو را تقدیس می کنند ایرانیانی که به امامزاده ها می روند دست کمی از آنها ندارند باز گاو زنده است و فایده ای دارد شیر می دهد و سایر استفاده هایی که از گاو می شود می تواند برای نجات زندگی افراد مفید باشد از گرسنگی نمیرند ولی امامزاده به شما چه خواهد داد پس آنکه گاو را میپرستد به اعتقاد من خیلی فهمیده تر است تا آنکه از مشتی خاک که معلوم نیست در آنجا چه کسی دفن شده و اگر او معجزه ای داشت خودش را نجات میداد برود و خواسته ای داشته باشد برود و خواسته ای داشته باشد چرا که آنها مشخص نیست که حتی واقعیت داشته باشد شما در کتاب تاریخ تهران یا تاریخ عصر ناصری ملاحظه میکنید زنان حرمسرای ناصر دیشا به دلیل اینکه گهگاهی اختلافی با شاه پیدا می‌کردند برای اینکه مورد غضب قرار نگیرند فرار میکردند و میرفتند به حضرت عبدالعظیم در آنجا متعصم میشدند تا شاه از گناهشان بگذرد و آنها باز میگشتن به شهر و میآمدن به کاخ شاه از این مسئله بسیار ناراحت بود یکی از نزدیکان شاه به او گفت برای این کار خیلی ساده است چناری در وسط میدان ارکست آن را شما شایع کنید که یکی از خاجگان حرمسرا بگوید خواب دیده که فلان امامزاده در پای آن چنار دف شده است از آن به بعد آنجا شد زیارتگاه و تمام زنان حرمسرا وقتی از شاه در حراس بودن می رفتن پای چنار متحسن می شدن. پس ببینید واقعیتی نداشت فقط با یک شایعه یک امامزاده که احتمالا فکر می کنم امامزاده سید نصرالدین باشد ساخته شد و حال ببینید چه افرادی بلند می شوند و می روند و پولشان را در آنجا می ریزند و درخواست شفاعت و حل مشکل می کنند دوستان عزیز این است که آگاهی لازم است اگر این تلویزیون هدفش این است که توسط ماهواره به ایران برسد برای آگاهی مردم عزیزی است که هنوز پایبند خرافات هستند و بسیاری می به وسیله همین رسانه شعور اجتماعی خودشان را ارتقا دهند بنابراین وجود 300 نفر در یک جامعه ای که در این سوی مرز در کشورهای مختلف حتی در کشورهای آزاد جهان بیش از یک میلیون نفوس دارد 300 نفر به طور قطع پیدا می شود که ماهی سی دلار برای هزینه های لازم جهت ماهواره به این رسانه کمک کند جایی یادداشت کنید سی دلار شما را نخواهد کش شما که میلیون ها ثروت دارید گامی بردارید برای نجات کشورتان گاهی من با خودم فکر می کنم وقتی یک نویسنده کتابی می نویسد، اگر کسانی که واقعا ادعای و پرستی دارند حتی اگر اهل مطالعه نیستند 20 دلار بدهند یک کتاب بگیرند این نویسنده قدرت مالی پیدا خواهد کرد برای اینکه کتاب‌های بعدی خود را منتشر کنند ولی اگر یک نویسنده یک کتاب نوشت دو کتاب نوشت ده کتاب نوشت و این کتاب ها به فروش نرفت و من مسلما بنیه مالی یک نویسنده در یه حد محدودی است او از نوشتن و یا چاپ کتاب خودداری می کنن. نه اینکه فرض بفرمایید که کتاب باید توسط شما خوانده شود شما می توانید کتاب را به کسی هدیه بدهید و در جامعه ما مسلم بدانید کسانی هستند که اگر تناب مفت گیر بیاورند خود را دار میزنند اگر کتاب را به آنها هدیه کنید به طور خواهند خواند و مسئله این است که برخی میگویند ما به جای کتاب از موبایل استفاده میکنیم و اینترنت همه چی در آنجا هست خیر همه چی در, آز... در آنجا یافت نمیشود هنوز که هنوز است قیچی سانسور بر تمام فضای رسانه ای اعمال می شود و نمی گذارند روی فیسبوک شما مطلبی بنویسید که ارباب بزرگ را ناراحت کند بلا فاصله نوشته شما دلیت می شود یا حذف می شود اگر شما یک مطلبی بنویسید که درجه دوم باشد نسبت به مطلب اول بلا فاصله بعد از مطلب شما یک عده نشستند و کارشان این است به محض اینکه پست شما روی فیسبوک ظاهر می شود پنجاه یا شست پست بلا فاصله در پی پست شما می آید که پست شما را شهست بار میبرد پایین تر و تا طرف بخواهد بیاید این شهست پست را بخواند تا به پست شما برسد تجربه نشان داده حوصلش نمی آید که آن پست را بخواند. پس بنابراین در کتاب مطالبی یافت می شود که در این رسانه ها و این تشکیلات اینترنتی شما نخواهید یاب و نکته جالبتر این هستش شما در ارتباط با یک کتاب این تمرکز داره بر روی یک مطلب و شما تمام هواشی مربوط به آن مطلب رو درک میکنید بنده اگر بخواهم در رابطه با مصدق صحبت کنم تنها به این نمی پردازم که مصدق کسی بود که دو سال و سه ماه و بیس روز نه یک قطر نفت کش شد در دوری اقتدار ایشون نه یک قطر نفت پالایش شد نه بازاری داشت برای فروش علاوه بر این مطالب اشاره می کنم به پیروزی کاذب ایشان در دیوان لاهه پیروزی مسخره ای که طرفداران مصدق به او افتخار می کنند ولی اگر بیاییم تاریخ را درست مطالعه کنیم در میابیم همانا پیروزی که آنها بهش افتخار میکنن اولا خیانتی بوده است به کشور ایران چرا که اصلا نیازی به طرح این قضیه نبوده و تمام پروژهی بوده که توسط دولت بریتانیا به آقای مصدق گفته شده بود اجرا بکنه طرح ملی کردن صنایع نفت برای پرداخت قرامت به دولت بریتانیا بود و جالب هست هیئتی که تشریف میبرند به دیوان لاهه مطالبی را بیان میکنند که این مطالب اگر که در دادگاه از طرف وکیلی که انتخاب کرده بودند مطرح میشد دقیقا حکم به نفع دولت بریتانیا داده میشد و مجددا بایستی شرکت نفت انگلیس و ایران به فعالیت خودش ادامه میداد ولی کن آمدند و حتی وکیلی انتخاب کردند که زیر نفوذ دولت بریتانیا بود اصلا به نطق مصدق و لوایهی که یک مش مغز باخته در تهران تهیه کرده بودند و به دست مصدق داده بودند که بر مبنای اون نطق خودش در دیوان لاهه ارائه کنه توجهی نکرد و آمد به یک مسئله اساسی اشاره کرد آن مسئله اساسی چه بود آن مسئله اساسی باز میگردد به هوش و ذکاوت و درایت شخص رضاشاه کبیر یعنی اگر رضاشاه کبیر قانون کاپیتولاسیون را در ایران اجرا نکرده بود که ملقا بشه این قانون ملقا بشه ال... به هیچ عنوان در دیوان لاهه رأی به نفع ایران نمیتوانستن بدن طبق قانون کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسول ها اگر در ایران تا زمان رضاشاه اگر جرم یا جنهی یک طبعه انگلیسی یک طبعه روس مرتکب می شد بی بایست این در دادگاهی در انگلیس محاکمه شود و در ایران نمی توانستند او را محاکمه کنند یک انگلیسی یک ایرانی را به قطع رسانده بود قضات ایران نمی توانستند ایشان را محاکمه کنند و پلیس ایران مجبور بود این شخص را دستگیر کند به سفارتخانه تحویل بدهد تا در انگلستان محاکمه شود رضا شاه وقتی متوجه این مسئله شد دید ایرادی که به محاکم ایران میگیرند محاکم ایران بر مبنای شرع یعنی مذهبی هستند و شرعی هستند علی اکبر داور رو که تحصیلات عالیه داشت و خود رضا شاه کرده بود به خارج و در حقوق بین ملل تبحر داشت معمور کرد که دادگستری نوین ایران رو پای ریزی کنه و او این کار را کرد و وقتی دادگستری به حالت عرفی درآمد و دول دیگر مجبور شدند بپذیرند که قانون کاپیتالاسیون الغا گردد و الغا شد پس میبینید در حاشیه‌ای که ما میریم به سراغ مصدق و خیانت هاشو برمیشه باریم و هیئتی که به قول خود مصدق و گفته پسر ایشون که در تاریخ ثبت برای جمع کردن اعضای هیئت ایرانی به پسرش میگه کجا بودی میگه رفته بودم شکولات بخرم برای اعضای هیئت میگه چند تا جعبه گرفتی میگه یک جبه میگه با یک جعبه نمیشه اینا رو جمع کرد در هتل باید هفتش تا جعبه شکولات میگرفتی ببینید وضع مملکت ما و ادعاهایی که در مورد وقایع تاریخی داریم چقدر تمسخرآمیز چقدر مسخره هست برای مسخره بودن نباید حتما مثل روز گذشته که بازی بهرین بوده با ایران و خواستن سرود منحوس جمهوری اسلامی رو در استودیوم آنجا بنوازند بهرینی ها انقدر سوت و هوا رو داد و بیداد کردن که اصلا سرود در این حیاهو محو شده بوده و این اهانت به یک سمبل به سمبل یک ملت البته اون سمبل امت سمبل ملت ایران سرود شاهنشاهیه که اکثر ایرانی های واقعی به آن معتقدند. و یا سرود ای ایرانه که بلا استثناء هر ایرانی سرود ای ایران رو قبول داره اگه ایرانی هست پس توجه بفرمایید آنچه که من در اینجا برای شما میگم یک واقعیته برای آگاه شدن باید حرکت کرد باید هزینه کرد این هم خزینه گذافی نیست که امروز خدمت شما گفتم نفری 30 دلار و 300 نفر حالا 30 دلار هم بیشتر خواستید بدید کسی چرا دست شما نمیگیره بدید 1000 دلار بدید ولی لاראל بی برای آگاهی کسانی که هنوز خودشون رو به تارهای پولادین خرافه بستن به اون زنجیر انقدر مستحکم شده که اینها نمیتونن اینو ازش جدا بشن بگذارید با آگاهی این امر انجام بشه این خواهش بزرگی از شما نیست به هر روی امیدوارم که تلفن استودیو به صدا در بیاد و شما عزیزان اعلام آمادگی بکنید در سراسر دنیا نه در آمریکا در اروپا در هر جا که این صدا رو میشنوید میتوانید محبت کنید و کاری بکنید کارستان که واقعا ما بتوانیم در آینده بسیار نزدیک به همه شما موجه بدیم که نتایج این حرکت چه بوده به هر روی در دانشگاه علم و صنعت دانشجویانی که از سلف سیرف سرویس قضا خوردن مصموم شدن حدود شست نفر دانشجو مصموم شدن بعد از بیماری ایدز نوبت بیماری شکم درد و مصمومیت فعلا میتونه کارساز باشه چون دانشجویان اکثرا معترض شرایط اجتماعی کنونی هستند و این اعتراض دانشجویان بایستی به یک ترتیب خونسا بشه خب اینجا به سرام احتیاج نیست قضاشون آلوده میکنن و اینها بایستی بستری بشن و دیگه در تظاهرات نمیتوانند شرکت بکنند حقایقی که در جامعه ما وجود داره غیر قابل انکاره دوستان عزیزان کسی به شما کمک نخواهد کرد جز خود شما سرودی میشنویم باز میگردیم ببینیم باید چه بکنیم که زندگی بهتری در انتظار جامعه ایران باشد دوستان گرامی و همکیشان عزیز این جانب کشیش رسول حیدری با هدایت خدا مطابق کتاب هفتم باب هفتم آیه هفت در کتاب داوران اشاره به 300 سرباز وفادار به خدا که در کنار جدعون نبی می باشند الهام گرفته تا برای گسترش خدمات بشارتی و همچنین همدردی برای مردم ایران در چنین شرایط سخت ضرورت می دانیم تا تلویزیون امید جاودان را روی ماهواره پخش نماییم از این جهت نیاز به 300 عضو نسبت به این رویا را داریم تا با کمک مالی خود ماهانه از 30 دلار به بالا دست یاری به این شبکه را بدهند در صورت تمایل لطفا با شماره تلفن 818 716 4 تا تماس حاصل فرمایید با سپاس درود مجدد خدمت شما عزیزان نازنینان در قسمت اول گفتیم بایستی که راهی پیدا کرد راهی برای این که بتوانیم جامعه خودمان را در رفاه نگه داریم این راه تنها و تنها به یک مسئله اساسی نیاز داره و اون اینه که افراد جامعه به جای اینکه مدعی باشند و دائما ادعا بکنند دیگران رو مورد سرزنش قرار بدهند تا خود را مطرح کنند و برای خود شخصیتی بسازند به جای این ام بهتر است از خود شروع کنند اول خود را بسازند خود را بسازند به خاطر اینکه اگر خودشان ساخته شدن مجموعه تک تک افراد جامعه می تواند یک هماهنگی داشته باشد و این هماهنگی میتواند اتحادی به وجود آورد و این اتحاد میتواند در مقابل سیاست های کثیف بیگانگان بیستد حتما گنگ و نامفهوم نباید صحبت کرد قرض من از گفتن این جملات چه بود قرض من این است شما به جای اینکه دیگران رو سرزنش کنید بیایید مطالعه کنید بیایید تفکر کنید اندیشه کنید روی هر مسئله ای که میشنوید تعمق کنید و ببینید آیا آنچه را که تاکنون به شما گفتند صحیح است یا غلط است اگر امروز من راجع به خیانت مصدق صحبت می کنم یا افراد دیگر خود شما هستید که شعور اجتماعیتان موجب می شود که درک درستی از مسائل پیدا کنید و این راهی ندارد جز اینکه تفکر کنید و گفته های من و با گفته های دیگران در کنار هم قرار بدهید آنان که فرزن مدافع مصدق هستند و سخنانی میگویند با سخنان من بیایید بررسی کنید اگر من راجع به هویدا مسئله ای رو مطرح می کنم و سند ارائه می دهم به حضور شما نازنینان و میگویم بروید تاریخ آلمارای عباسی رو مطالعه کنید بروید ناسخ التواریخ رو مطالعه کنید تاریخ نو را مطالعه کنید و هزاران منبع و معخذ دیگر تا واقعیت را دریابی اگر خاصی تعصب به خرج بدید ببخشید انسان احمقی هستید اگر خواستید باز مسئله را لوس کنید باید معتقد باشیم که به جایی وابسته هستید و از علیق آخری تغذیه می کنید وگرنه منطق و شعور و فهم را گذاشتن برای اینکه شما نازنینان اندیشه کنید و بر مبنای آنچه که میشنوید و میبینید قضاوت کنید من در زمان نوشته شدن تاریخ عالم آل... را عباسی که نبودم که بگویم به خاطر اینکه امروز من بگویم فلان کس خائن است شما اینطور بنویسید یا وقتی شما تاریخ توری را میخوانید برای آگاهی های مذهبی چه تعصبی لازم است چرا باید روی مذهبمان تعصب داشته باشیم به جای اینکه فهم داشته باشیم ما اکثرمان تعصب داریم واقعا با این طرز تفکر می شود یک جامعه به رفاه برسد به طور قطع نه عزیزان فقط و فقط خود ما هستیم منی که امروز مطالعه میکنم مطالبی رو جمع آوری میکنم در این رسانه مطرح میکنم وظیفه خودم رو انجام میدم شمایی که امروز میشنوید من به شما میگم برای آگاهی مردم ایران بایستی کمک مالی به این رسانه کرد شما هم یک وظیفه دارید باید دیگران دوستان رفقای خود را آگاه کنید تا آنها نیز در این کار مساعدت و یاری بکنند بنابراین علاوه بر این که ما آگاهی خود را بالا میبریم آنچه که دانش و اطلاعات کسب میکنیم بایستی با دیگران در میان بگذاریم. یک کتاب محتوی مطالب بسیار مهم وقتی گوشه کتابخانه باشد ارزشی ندارد این کتاب زمانی ارزش پیدا می کند که خواننده آن را بگشاید و شروع کند به مطالعه و ذهن خودش را بسازد و از اطلاعات داخل آن کتاب برای زندگیش استفاده کنند شما ببینید یک ملای احمق و نادان چه میگوید میگوید انگلیسی زبانی نیست که برای مسائل علمی به کار برود چرا که اکثر جاسوسان انگلیسی هستند حالا شما ارتباط این دو تا مسئله را پیدا بکنید که چون اکثر جاسوسان انگلیسی هستند زبان انگلیسی زبان علمی نیست و ایشون اظهار فصل فرمودن گفتن اکثر دانشمندان یا ترکن یا عربن و یا آلمانی اینا رو اگر خواستید من فیلمش رو براتون میگم پخش بکنن ببینید این عراجیف و یک ملا میگه و یک ملا یعنی در واقع سمبل اجتماعی ما برای اینکه که ادهی به ایشون اقتدا بکنن یا از ایشان پیروی بکنن و حرفای ایشون رو بهش عمل بکنن خب شخصی که دانسته هایش در این حد مسخره و غیر قابل مطرح شدنه چگونه میتواند در یک جامعه به عنوان یک انسان مطرح باشه متاسفانه بزرگترین اشکال ما غرور کاذبیه که داریم که این غرور کاذب همراه با تعصب میتونه فاجعه به بار بیاره غرور کاذب به این صورت که آنچرا که ما از یک فردی که مورد علاقمون هست میشنویم فکر میکنیم دقیقا صحیحه و این فرد مورد علاقه ما آنچرا که میگه صد در صد, در صد درسته و روی این تعصب به خرج میدیم یعنی اگر بیاییم و بخواهیم قبول کنیم وقتی در مقابل این گفته دوستمون که به ما گفته و ما اونو ابراز میکنیم گفته دیگری رو بشنویم و ببینیم اون رد میکنه این نظر دوست ما رو ما اینو نمیپذیریم چون نمیخوایم از آنچه که گفتیم برگردیم یعنی غرور داریم فکر میکنیم غرور ما خورد میشه در صورتی که انسانهای فهمیده همیشه در پی منطق هستند آنچه که استدلال میشه اون رو میپذیرند صحبت از منطق شد مطلبی بود در خلال هفته گذشته به ذهنم رسید که بعد نیست با شما عزیزان در میان بگذارم برای اینکه یک مقدار حال هوای برنامه هم عوض بشه در رابطه با آینه های جیبی مکلوهان با شما صحبت میکنم آینه های جیبی مکلوهان نام کتاب بسیار کوچکی بود که حدود شاید 25 یا 30 سال پیش اون رو مطالعه کردم بسیار تا بسیار آموزنده بود و در این کتاب نظریه های آقای مکلوهان اظهار کرده بود که حتی داشت این نظریه به عنوان یک فلسفه به عنوان فلسفه مکلوهانیس در دنیا مطرح می شد آقای مکلوهان میاد رسانه های تلویزیون و رادیو رو از هم تفکیک میکنه و میگه که تلویزیون یک وسیله گرمه و رادیو یک وسیله سرد یعنی چی توضیح میده میگه تلویزیون رو شما وقتی به یک برنامهش توجه میکنید علاوه بر اینکه میشنوید کنجکاو هستید و بایستی ببینید یعنی دو تا عملو در یک زمان انجام میدید هم نگاه میکنید و هم میشنوید ولی رادیو رو شما میتونید به یک کار دیگه مشغول باشید مثلا یک پیچ و سف بکنید به اون پیچ نگاه میکنید به آچار و به دستتون نگاه میکنید ولی از طریق گوش اون صدای گوینده رادیو رو میشنوید حال بر مبنای همین مسئله ایشون ثابت میکنه که اگر جانف کندی و رقیب انتخاباتیش این آقای چیز بود الان یه دفعه حافظه ما دست دادم یادم رفته الان رقیب انتخاباتیش به هر حال اگر این دو چیز می کردن هر دو با رادیو صحبت می کردن مسلما کندی بازنده انتخابات بود ولی چون تلویزیون بودش و کندی خوشتیب بود به خاطر این همین برنده شد وقتی من متاسفانه در اینجا به پایان رسیده و شاید در برنامه آینده در این ارتباط بیشتر براتون توضیح بدم و شما با فلسفه مکلوهانیسم آشنا بشید همه شما نازنینان سروران خودم رو در جای جا جا جهان پهناور به خداوند یکتا می سپارم برای همگی شما آرزوی سلامتی و شادکامی دارم وقت به شما خوش شاد و خرم باشید